بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شاگردان عزیز، امیدوارم که از صحت کامل برخوردار باشین. در این جلسه می خواهیم که فصل دوم صنف 12 آغاز بکنیم که در مورد ساختمان مالیکولی و فرمول های شما خواندیم که برای نشان دادن عناصر از سمبل استفاده میکنن و برای نشان دادن مرکبات از فرمول استفاده میشه. به صورت عمومی میتونیم ما فرمول به سه دسته تقسیم بکنیم: فرمول تجربی، فرمول مالیکولی و فرمول ساختمانی. که فرمول تجربی رو به نام فرمول ساده هم یاد میکنم، فرمول مالیکولی رو به نام فرمول کیمیاوی و فرمول ساختمانی به نام فرمول مشرح نیز یاد میکنم که هر کدوم جداگانه با هم دیگر میخونیم. اگه خواسته باشین فرمول تجربی ساده یا بسیتر تعریف بکنیم، میگیم که ساده ترین شکل یک مرکب رو به نام فرمول ساده یا بسیت یاد میکنن. به خاطر چی تجربی یاد میکنن؟ به خاطر که به اساس تجارب و مشاهدات این ساخته میشه برای اولین بار در لابراتوار، از اون خاطر فرمول تجربی هم یاد میکنم. یا این رقم یک تعریفی هم کرده میتونه بگیم فرمولی که تعداد نسبتی اتم های عناصر مختلف در یک مرکب نشان میده، باز هم به نام فرمول ساده یا بسیت یاد میکنن. به طور مثال ما تعداد نسبتی به چی مفهوم؟ مثلا ما شما فرمول ساده گلوکوز داریم C2O، یعنی برای اولین دفعه به اساس تجارب فرمول ساده گلوکوز ای به دست میآید. تعداد نسبتی از این که نشان بده، مثلا کربن 1 به نسبت هیدروژن 2 به نسبت 1 از اکسیژن، این میگم چی؟ فرمول تجربی یا فرمول ساده یاد میکنن. چند نکته مهمی که اینجا آوردم، میگه که مرکبات عضوی فرمول ساده و مالکولیشون از هم دیگر فرق میکنه یا مختلف هم دیگرن. به طور مثال فرمول ساده گلوکوز CH2O، اما فرمول مالکولی گلوکوز C6H12O6. پس در مرکبات عضوی فرمول ساده و مالکولی از هم دیگر فرق میکنه. در مرکبات غیر عضوی فرمول ساده و مالکولی یکسان دارم، یعنی هم نوعن. به طور مثال فرمول ساده نمک تمام هم NaCl، فرمول مالکولی هم NaCl. به طور مثال کلسیم کربنات که یک نمکیه، باز هم فرمول ساده و مالکولی از او هر دو تا CaCO3 یا کلسیم کربناته. فرمول مالیکولی یا فرمول کیمیایی که صحبت بکنیم، میگیم که فرمولی که تعداد دقیق و حقیقی اتم ها عناصر در یک مرکب نشان میده. مثلا فرض میکنیم که H2O یا آب که میگیم از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن ساخته شده، همین فرمولی که تعداد دقیق و حقیقی اتم ها عناصر نشان میده و فرمول مالیکولی یاد میکنن. یا تعریفی که داخل کتاب آماده، میگیم که فرمولی که طرز ترتیب سمبول های عناصر با ضرایب نسبتی ایر نشان میده، اور به نام چی یاد میکنن؟ بازم به نام فرمول مالیکولی یاد میکنن. به چی مفهوم؟ طرز ترتیب سمبول عناصر در نوشتن فرمول مالیکولی خیلی مهمه. مثلا وقتی که ما و شما مالیکول آب می نویسیم که از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده، می نویسیم H2O. این رقم نمیتونه بنویسیم OH2O، یعنی OH2، با وجود که هم دو تا هیدروژن و یک اکسیژنه. پس طرز ترتیب برای نوشتن فرمول مالیکولی مهمه، به این مفهوم که اول باید مثبت نوشته بشه، باز منفی نوشته بشه، نظر به قواعدی که دارن. مثلا فرض کنه فرمول مالیکولی اسیترین C2H2 یا فرمول مالیکولی گلوکوز، گفتیم C6H12O6. ما از رو در فرمول مالیکولی ما فقط چی میتونیم تشخیص بدیم یا بفهمیم؟ ما میتونیم نوع عناصر بفهمیم که این مرکب ما کربن و هیدروژن داره و تعداد از اونها رو بفهمیم که دو تا کربن و دو تا هیدروژنه. دیگه هیچ معلومات ما در مورد این فرمول ندارین. به اساس ما میتونیم فرمول مالیکولی به اساس تجزیه کیمیاوی تعیین بکنیم، یعنی به اساس تجزیه تحلیل ما میتونیم فرمول مالیکولی رو به دست بیاریم. فرمولی که بعدی گفتیم فرمول ساختمانی یا فرمول مشرح یاد میکنن، میگیم فرمولی که علاوه از نوع اتم تعداد اتم، در مثل فرمول مالیکولی که گفتیم، علاوه از نوع اتم و تعداد اتم شیوه اتصال و طرز روابط اتم ها هم که نشان میده، اور به نام چی یاد میکنم؟ این فرمول ساختمانی یاد میکنن. به طور مثال ما شما گفتم که C2H2 فرمول مالیکولیه اسیتیلینه، اما وقتی که ما و شما میایم این مشرح می نویسیم، ساختمان از این میکشین، این فرمول ساختمانی یاد میکنن. در این فرمول ما چی میتونیم تفکیک بکنیم؟ یا این فرمول ما چی داره؟ نوع اتم نشان میده که کربن و هیدروژن داره، تعداد هم نشان میده که دو تا کربن و دو تا هیدروژن داره، و این دیگه یک چیز مشخصه دیگه هم که داره، شیوه اتصال اتم عناصر نشان میده. به چی مفهوم؟ یعنی اینجا بیان کرده که هیدروژن با کربن رابطه یگانه داره، کربن با کربن رابطه سگانه
یگانه داره یا کربن با هیدروژن رابطه یگانه. پس میگیم که در فرمول مولکولی ما نوع اتم و تعداد اتم فقط میفهمیم، اما در فرمول ساختمانی علاوه از نوع و تعداد شیوه اتصال اتم و عناصر را هم ما و شما میتونیم که مشخص کنیم یا بفهمیم. خب شاگردای عزیز، در این بخش میخواهیم که انواع فرمول های ساختمانی رو بخونین. به صورت عموم ما انواع فرمول های ساختمانی مثلا میتونیم بگیم مشرح، نیمه مشرح، نیمه مشرح ناقص و چند تا دیگه ای که آوردم ان شاءالله یک یک با هم دیگر میخونین. ببینیم مشرح ترین شکل یک مرکب این شکله. به خاطر چی؟ به خاطر که شیوه اتصال اتم ها کربن را به ما و شما داده که روابط مثلا یگانه دارن و شیوه اتصال اتم ها هیدروژن را هم بداده. یعنی مشرح ترین شکل یک مرکب همینه. نیمه مشرح فرق ازی با مشرح اینه که ما ببینید روابط بین اتم ها کربن داریم که روابط یگانه دارن، اما روابط بین اتم ها هیدروژن و کربن با هم دیگر نداریم، اونا متصل به کربنن که ما بیشتر در کیمیا عضوی بیشتر از این نیمه مشرح استفاده میکنیم به خاطری که فضا کمتر اشغال میکنه. نیمه مشرح ناقص با فرق از با نیمه مشرح اینه که ببینیم ما در این بار روابط بین اتم ها کربن در این وجود نداره که این به نام چی یاد میکنن؟ به نام نیمه مشرح ناقص یاد میکنن. یک شکلیه که بیشتر هیدروکربن ها مشبو به شکل زیگزاگن، به شکل زیگزاگ وجود دارن که اگر شما دقت بکنین در الکانا اگر صحبت بکنیم که اول و آخر CH3 متصل شده و در وسط همه چی متصلن CH2O که شما قبلا بخونیم به خاطر کربن دو تا رابطه داره، دو تا هیدروژن دیگه بگیره میشه مشبو میشه که اینا رو ما قبلا صحبت کردیم. یک فرموله به نام فرمول شرطی یاد میکنم. فرمول شرطی فرمولیه که سمبول های عناصر در این نوشته نشه یا تعریف نشه. به چی مفهوم؟ مثلا در هر رأس از این ببینید شما CH2 دارین، اگر همین CH2 تعریف یا نوشته نشه اور به نام چی یاد میکنن؟ ایر به نام فرمول شرطی یاد میکنن. یک طریقه به نام طریقه فاکتورگیری یاد میکنن به خاطری که فضا کمتر اشغال بشه از این هم استفاده میکنن. ببینیم شما مثلا در این مرکب 2, 4, 6, 7 تا کربن دارین، اگه ما خواسته باشیم از طریق فاکتورگیری رو استفاده بکنین، اول از CH3 اینایی که با هم دیگر مشابه هم میتونین فاکتور بگیرین. مثلا ما و شما 1, 2, 3, 4, 5 تا CH2 دارین، 5 تا CH2 ریت می نویسم میگم CH2 5 تا و آخر چی مونده میشه CH3. این به نام طریقه چی یاد میکنن؟ طریقه فاکتورگیری. من چند تا مثال آوردم، 3 تا مثال آوردیم که از طریق فاکتورگیری ما مایم که نیم مشرح از اینا رو بنویسیم که بیشتر در کتاب یا بیشتر مثال هایی که ما و شما کار میکنین از این روش استفاده میشه. ببینیم چی مفهوم داره. CH3 اول داریم ما 3 تا CH2، یعنی بین CH3 و CH3 ما 3 تا CH2 داریم، یعنی میگیم 1 CH2 2 تا CH2 میشه 3 تا CH2 و در اخیر هم داریم چی؟ CH3 داریم. مثال بعدی شما خوب دقت بکنیم که ببینیم اول داریم CH3 در الکان ها اگر بیاین صحبت بکنیم که روابط بین اتم ها کربن یگانه یه ای باید CH2 می بود. یک CH2 آلینیه به چی مفهوم؟ به این مفهوم که دو تا CH3 بالای کربن متصله. به چی این رقم شکلی؟ مثلا این کربن با شما دو تا CH3 بالای واسه، مثلا یکی میتونیم بالا بنویسیم یکی هم میتونیم پایین بنویسیم. یکی بعدی هم چی داریم؟ ما داریم CH3 که این میشه شکل ازی فرمول نیمه مشرح ای فرمول. ما سوال آخر هم گفته که شما CH3 داریم. شما دقت بکنید در اینا ما اول CH3 داشتیم، CH3 داشتیم به او خاطر چیزی بالای از متصل نبود. اگر غیر از CH3 باشه به این مفهوم که یک چیزی بالای وصله، مثلا به اینجا 3 تا CH3 بالای کربن متصله. مثلا ما داریم 3 تا CH3 بالای وصله، CH3 ای هم داریم CH3. خب دقت بکنه ما دو تا CH2 داره، میگیم که CH2 اینم داریم CH2، این وسط بازم باید CH2 می بود به خاطری که بازم CH2 نیه، حتما دو تا CH3 بالای سی متصله. این رقم شکلی میشه میشه CH3 اینم داریم CH3 و در اخیرم چیه؟ من دارم اخیرم داریم CH3. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز. من شما امیدوارم که از این درس استفاده کرده باشین که در مورد ساختمان مولکول فرمول ها بود و انواع فرمول ساختمانی ما شما خواندین. به خاطر تعقیب کردن ویدیو بیشتر شما میتونیم که چینل یوتیوب ما سابسکرایب و لایک بکنیم. اوقات خوبی، خوشی داشته باشین.